وولورین یک گوشتخوار تهاجمیه که برخلاف وزن کمش قدرت فوق‌العاده‌ای داره. وولورین ها با وجود جثه کوچیکشون به عنوان یک شکارچی برتر در طبیعت به داشتن رفتار وحشیانه مشهورند. این گونه اگرچه از نظر ظاهری شباهت زیادی به خرس‌های کوچیک داره، ولی واقعیت نشون میده که ارتباط نزدیکی با یک موجود کوچک تهاجمی به نام راسو داره. در قبایل بومی، وولورین ها رو اغلب به عنوان یک شخصیت هیلگر یا گول زننده میشناسن. وولورین ها علی‌رغم داشتن شهرت وحشیانه شون نیروی گاز گرفتن نسبتاً متوسطی دارن. وولورین ها برای رفع این مشکل از ترکیب قدرت گاز گرفتن و توانایی بکارگیری مناسب پنجه ها به عنوان وسیله حمله و دفاع در مقابل سایر حیوانات استفاده می کنند. وولورین ها به پرخوری معروفند چون اونا در مناطق وسیعی زندگی می کنند که غذا کمیابه. بنابراین وقتی چیزی رو برای خوردن پیدا میکنن، تا اونجایی که ممکنه میخورن و اگر از غذا لقمه ای مونده باشه بارها به سمت لاشه برمیگردن و این کار رو ادامه میدن تا زمانی که مطمئن بشن کاملا شکار از گوشت پاک شده باشه. یک چیز جالب اینه که وولورین ها میتونن مثل انسان ها و خرس ها روی کف پاشون را برن. این حیوانات پنجه های خمیده و نیمه جمع شونده ای دارن که میتونن به راحتی از درختان بالا برن. وولورین ها بومی مناطق قطبی و نیمه قطبی آمریکای شمالی، اروپا و آسیا هستند. اونا زیستگاه هایی رو ترجیح میدن که توسط انسان ها دست نخورده باشه، مثلا علفزارها، جنگل های آلپ، تایگا، جنگل‌های شمالی و توندرا. دانشمندان وولورین‌ها رو گوشتخواران فرصت طلب می‌دونن. در رژیم غذایی طبیعی اونا همه چیز از گوزن شمالی گرفته تا خارپشت و حتی شیر دریایی هم می‌تونیم پیدا کنیم. به نظر میرسه که بیشتر رژیم غذایی وولورین از حیواناتی که قبلاً به دلایل دیگه این مردن تکمیل میشه. اما در این حال این موجودات مهاجم شکارچیانی توانا هستند که گاهی اوقات حتی گوزنهای بالغ رو هم میتونن از پا در بیارن. همچنین گزارش‌های متعددی از وولورین ها وجود داره که حیوانات بسیار بزرگتری رو از خرس سیاه گرفته تا گله گرگ ها رو تعقیب میکنن تا به لاشه شکار اونها دست پیدا کنن. وولورین ها دارای فک های قدرتمند و عضلات گردنی بزرگن که به اونا اجازه میده استخون ها و گوشت های یخ زده را هم خورد کنن و از اونا استفاده کنن. وولورین ها در بیشتر اوقات سال تنها هستن و فقط معمولا برای جفتگیری دور هم دیگه جمع میشن. تولید مثل این پستانداران از آوریل تا آگست طول میکشه. وولورین مادر وقتی به زمان تولد نوزاداش نزدیک میشه، یک لانه برفی عمیق رو ایجاد میکنه که برای این کار ممکنه تونل های خیلی بزرگی در عمق 4.5 متر از سطح زمین حفر کنه.